امروز محصل هستین، امروز شاگرد هستین، فردا سرنوشت این کشور به دست شماست. بلیاز خدا قطعا اجازه به پلانه های دشمن ندی. تو تاجک هستی، تو پشتون هستی، تو ازبک هستی، تو چیز هستی، پشتو زبان خودت است. چرا؟ تو عضوی فامیل هستی، قندهاری قلبت است، پامیری چشمت است، پکتیاوال بازوت است. شرم است ای قرن 21، تمام اروپایی ها زیر یک شعار منافع اقتصادی زیر یک پرچم جمع شدن. پولی مشترک، سیاست مشترک، راه مشترک، منافع مشترک، حتی پاسپورتی وجود ندارد در مابین کشورهایی که اعضا هستند در اتحادیه اروپا. تو مسلمان، افغان، به اصطلاح نجاتت آریایی، در یک خانه زندگی میکنیم. این رأی خداست که مردم به کره مریخ فعلا در صدد تسخیر مریخ است. تو هنوزم از پشتو، ازبکی و از قوم و از منطقه و از سمت گب میزنی. اجازه نتین به دشمنا، قطعا اجازه نتین. در ای اواخیر پاهنتون نباشد، دانشگاه باشد. ببینیم حربه دشمنه، ببین در چی ما را مصروف میسازن. از برای خدا و قرآن از این فکر نمی شود که از این پوهنتون چی فارغ شود. باقی ندار فرد فردی مردم افغانستان کلمه پوهنتون نمی فهمن. کلمه پوهنتون پشتو نیست. اگه پا بفهمین اصلش از زبان پشتو منتقل شد به دیگر زبانها. کلمه سندس در قرآن اصل فارسی داره، استبرق اصل فارسی داره، قسطاس اصل عبرانی داره. وقتی که داخل قرآن شد عرب ایره خوبتر از میزان کده خوبتر میشناسه. به این معنا که به همه زبانها توزیع شد، همه گی مفهومی از ایره فهمیدن. از کلمه میزان کده عرب قسطاس خوبتر میفهمید. ای به ما و شما هرگیز علم نمیته. فکرت بگیر، ما بچه خود روان میکنم به اروپا و غرب بخاطر طب بخانه. این مثال فکر میکنم دیشب هم گفته بودم، سرش مصرف میکنم. وقتی که بر میگرده بچه ماشاءالله دکتر سیب تخصصتان. What is meaning of the تخصص؟ تخصص یعنی چی؟ نه با طب روان کرده بودیم کدام فاکولته طب بخواه الحمدلله خواندین و چیز چی جراحیست میدیکل است یا سرجن است چی بلا است؟ اون گپاره بان پدر جان با خدا قسم امو جنتی که به خاطرش نماز میخوانی امو جاست. یا خدا یا چی بلا جور شد از این؟ ما ایره روان کردم که طب به ما بیاره، علم به ما بیاره، فرهنگی سخیفی پیش پا افتیده از ور بچیم به دست راست نان بخور. اوهو مردم در کجا چکر میزنم هنوزم تا از دست راست و چپ گپ میزنی. چکر چد بیبی که به ما و تو چی روان میکنن؟ او علمش به ما و تو نمیتا هرگز. او تکنولوژیش به ما و تو نمیده. قسم به خدا دکتری مصری، دکتری که اولین طبیبی که در دنیا قلب عملیات رو غرس کرد، یک قلب از یک بدن بدن دیگر انتقال دادن، موساد 5 دقیقه اجازش نداد شهیدش ساخت. هرگیز هرگیز در پشت روز کجا رفت است؟ به خاطر اتهام سلاح کشتار دست جمعی یک کاملا یک کشور از بین رفت. با ما تو اجازه را نمیده. فکر بگیر با ما و تو آنچه که استفراغ شده است اونجا با ما و تو میده. تو از دین و ثقافت و فرهنگ و من ما و خودت دور نگاه کنه، متوجه باش در چی چیز مصروف من میسازه. در کلمه پوهنزه و دانشگاه عقل سیکو و عقل ما و خودت هم چرای طور شبه چرای طور نشبه. از احساسات و احساسات نامش غیرت منده ما و خودت، جهل نامش قهرمان ملت قهرمان افغانستان. ما به این کلمه مخالف است. قهرمانی گوری سرش است. ژاپن به افغانستان یک روز استقلال خود گرفت. امروز ژاپن به کجا رسید؟ و ما هنوزم گدایگر، ذلیل، در بدر، محتاج، خاک بسر. من همیشه مثال میتونم، یک مثل یک تابوتی است که مردم بالاش تجارت میکنه. تا
تابوت بالا میکنه یک چند نفر یک چند قدم کی برد خلق خدای ده پاره چنده و کی چی ده غموری خخ کو یا خدا جیبایش که پر کرد باز یک چند نفر دیگه میاد رزه چی ساسو نمبر دیکنه واخلی باز وا بالا میکنن یا مردما بلیاز خدا یک چند نفر جمع کنین که این مرده را گور کنیم یا که جیبای خدا پر کردن باز به دیگه امروز ما خودت اینمو تابوت هستیم که دنیا سرمون چنده میکنه کدام دستاوردی است از دموکراسی در وطنت خداوند داوود خان ببخشه که امو چیزی هم که مانده سرک که امروز ما خودت حرکت میکنیم امو هم به اصطلاح دستاوردی امو انسانی با غیرت و شجاع بود بفرمای نشان بده ولی نمیخواه اگر تو در این فکر باشی که وطنی تو را دیگرها آباد میسازد تو احمق هستی او به خاطر آبادی وطنی تو نامده است اگر او به خاطر آبادی وطنی تو آمده باشد و به خاطر تأمین صلح در وطنی تو او احمق است ولی هرگز او این کار نمی کنه کسی که منافع ملی خود فدای منافع ملی دیگر را می کند او خائن است او هرگز منافع خود فدای منافع ما و خودت نمی کند یکان وقت میگن که صلح در افغانستان در افغانستان صلح و آرامی باعثی آرامی در منطقه است یکان تا از ما و شما هم داریم یکان بسغوکی محللی سیاسی باز دبری چیز تلویزیون در اوجه در صفحه نوشته میشه کارشناس سیاسی این کارشناس یکان تش تفسیره میکند آرامی در افغانستان صلح در افغانستان باعثی آرامی در کلی منطقه است بد کده آرامی در افغانستان چی معنی؟ ما باید از خود تکنولوژی داشته باشم از خود قوه مسلح قوی داشته باشم از خود کارخانه داشته باشم از خود دواسازی داشته باشم از خود شفاخانه پیشرفته داشته باشم از خود پوهنتون پیشرفته داشته باشم از خود برق داشته باشم از خود راه داشته باشم از خود زراعت قوی داشته باشم پشتیبانی اقتصادی قوی داشته باشم روابط بین المللی و سیاست مستقل داشته باشم در صورتی که این باشه تو نان پوسیدگی تا از رای ترخم به ما روان میکنی میگه فار اونلی افغانستان چی میگه؟ اونلی فار افغانستان یا فار اکسپورت در پاکستان کسی از این دوا استعمال نکنه که توفه به افغانستان است 15 تابلت هم میخوری؟ یک وقتی بود که یک دسپرین میخوردی سردرد گم میشد حالی 15 تا که میخوری هیچ تأثیری نداره چرا او مواد اصلا در وجود نداره ما وقتی که از خود دواسازی داشته باشم این شیری اکسپایر شدگی تا سری ما میتونی که دو چند تجارت بکنی بناهن صلح در افغانستان به منفعت افغان هاست و بس آبادی در افغانستان فقط به منفعت افغان هاست این کلمه را باید